عظیم از نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستای نام قدوس عیسی. چون جمع شدیم به خاطر عیسای خداوند و هدف ما پرستیدن اوه، نه اجرای یک برنامه، بلکه پرستش کردن نام خداوند. و دعای ما اینه که خداوند جلالش از میان ما امروز عبور بکنه و با جلالش ما رو لمس کنه. پس باز دوباره به درگاه خداوند میریم، با تمام دل و وجودمون اعلام میکنیم عظیم است نامت. عظیم از نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستای نام قدوس عیسی.
نام قدست عیسی. هللویا هللویا، خداوند شکر میکنیم و جلال میدیم نام قدوس عیسی مسیح رو، شکر میکنیم و جلال میدیم نام یگان قدوس عالم مسیح عیسی خدای زنده خودمون رو، شکر میکنیم و جلال میدیم نام او رو. خوش آمد میگم به همه تون در نام عیسی مسیح. خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین در نام پر جلال عیسی مسیح. روز همگی به خیر و پر از برکت در نام پر جلال عیسی مسیح. شکر میکنم خدا رو، شکر میکنم خدا رو، شکر و جلال به نام یگان قدوس عالم. دو سه هفته از خداوند پیغامش این بوده، انتخاب، انتخاب، انتخاب. وقت و زمان انتخابه، وقت و زمان انتخابه. امروز غذایی که برای این هفتمون داریم سه بخش داره و خداوند کمک میکنه که تا این سه بخش رو بتونیم درکش کنیم. دعای من اینه ای روح قدوس پدر، به کمک قوتمند روح قدوس ای عیسی مسیح کمک کن تا این پیغامای تو اونجوری که تو صلاح میدونی و اونجوری که خواست توه با قلب تک تک فرزندات کار کنه، به جان فرزندات فرو بره و در جسم و روح و جانشون مانند عضلاتی که به هم پیوند میخوره همه چی رو به هم پیوند بده تا خواست مطلق تو بر روی بدن انجام بشه. به نام پر جلالت میطلبم ای عیسی مسیح، دعا میکنم و اعلام میکنم و میطلبم در نام پر جلال عیسی مسیح. من میخوام یه چیز رو بگم. سالهاست در مورد روزهای آخر تعلیم دادیم، ساعتهای آخر و لحظه‌های آخر، که امروز ما در دقیقه‌های آخر هستیم و در دقایق بسیار حساسی به سر میبریم. بعضیا شکن، بعضیا نمیخوان بدونن، بعضیا حتی بهش فکر نمیکنن و میخوان زندگی معمولیشون رو داشته باشن. عجیبم نیست، دوران بسیار سختی، همونطور که عیسی مسیح میگه مانند دوران لوط تا ابراهیم تا نوح و تا به آدم و حوا در باغ عدن و بعد تا به ملکوت و ابدیت خداوند ادامه پیدا میکنه. در دوران عجیب زایمان هستیم و در این دوران اسلحه های مختلفی خدا به ما داده، ولی قوی ترین سلاحی که به ما میتونه کمک بکنه یک چیزه. عیسی مسیح میگه آیا دعا دارین؟ آیا دعا میکنید؟ آیا زمان دعا برای خودتون دارین؟ منظور من زمان غور نبود، چون بعضی موقع خود من از جمله میریم یه گوشه میشینیم فقط غور میزنیم، به خدا غور میزنیم. نه، زمان غور منظورم نبود، زمان دعا. میخوام یه توضیح کوچولو بدم. من وقتی من یا آزی وقتی به تک تک شما میرسیم همیشه کلاممون اینه چقدر زیبا شدید، چقدر خوشگل شدید، چقدر زیباتر شدین، چقدر بهتر شدین، چقدر خوشتیبتر شدین، چقدر همه چی بهتر داره میشه. خدا رو شکر، خدا رو شکر، جلال بر نام عیسی مسیح، قوی تر شدین، پیروزتر شدین و پیروز قرار باشی در نام عیسی مسیح. کامل قرار کامل دریافت کنیم. ما همیشه با این شروع میکنیم، با شکر کردن، با جلال دادن، با برکت دادن و بعدش ادامه پیدا میکنه و میگیم چه کمکی از دست ما برمیاد، چه چیزهایی رو احتیاج داریم، بریم سراغ اصل. همه چی رو که گوش کردیم میگیم حالا بریم سراغ اصل، مشکل اصلی چیه؟ اینا شاخ و برگ هاست، مشکل اصلی چیه؟ و دعا یه مجموعه ایه که ما وقتی به حضور خدا میریم اول خدا رو جلال میدیم، چون وقتی خدا رو جلال ندی و وقتی با خدا حرف نزنی خدا حضور پیدا نمیکنه.
اگه وقتی با یه نفر شروع میکنی صحبت کردن فقط ایراد ازش بگیری یا فقط بخوای قربش بزنی و سرش رو درد بیاری با تمام مشکلاتت، بعد 5 دقیقه حتی اگه جلوتن وایساده باشه قفل میشه، یعنی دیگه اصلا بهت گوش نمیکنه، حتی اگه اونجا حضور داشته باشه حوصله‌اش سر میره، خسته میشه، بار بهش فشار میاره. و خدا میخواد به ما یاد بده اول توجه رو جلب کنیم، اول ما خودمون بفهمیم مفهوم واقعی مگه عیسی مسیح نیست؟ مگه برای او جمع نمیشیم؟ مگه به نام او جمع نمیشیم؟ مگه مسیح عیسی کسی نیست که میتونه هر آنچه که ما احتیاج داریم بهمون بده؟ مگه غیر از اینه؟ پس بیایم اول او رو جلال بدیم، و وقتی او رو جلال میدیم و وقتی او رو شکرگزاری میکنیم، حتی برای چیزای نگرفته، برای تمام داشته هامون و برای چیزایی که نگرفتیم ولی قراره دریافت بکنیم، چون باور ما پیروزیه، باور ما اینه که قراره در خدا پیروز بشیم، ما غیر از این قبول نداریم و غیر از این اعلام نمیکنیم. و خداوند به ما یاد میده، میگه در دوران آخر، ساعتهای آخر، با حمله هایی که وجود داره، با اتفاقهایی که داره میفته، با تمام ارواح پلیدی که وجود دارن و ریختن بیرون و کارهای عجیب دارن میکنن در سراسر جهان، به طور خیلی واضح دارن کار میکنن. توی یکی از کمپانیهای آمریکا داشتم نگاه میکردم، همین دیروز پریروز بود، توی جمع یکی از این کاندیداها، یه خانومیه اسمشو نمیارم، داشتن کمپانی میکردن، یه عده توی گروه برگشتن گفتن عیسی مسیح پادشاهه، عیسی مسیح پادشاهه. و بعد اون خانوم یه دفعه برگشت گفت کامان، شما اشتباه اومدین، این رالی که اینجاست در مورد اون نیست، برین یه جای دیگه، اون چیزی که شما میخواین پایین خیابون یه گروه خیلی کوچولو هم، برین با اونا حرف بزنین. همشون رو بیرون کرد سکیوریتاس، قرار بشه رهبر جهان، مستقیم گفت. خیلی جالبه، در ساعتهای هستیم که دیگه مقامات مستقیم اعلام میکنن بدون ترس، بدون واهمه، با جرأت و شجاعت اعلام میکنن خدا وجود نداره، عیسی مسیح قبول نداریم. پس تو دورانی هستیم که دعا فوق‌العاده مهمه و نحوه دعا و دعا کردن ما به شکل صحیح. و عیسی مسیح به ما وعده داد در کتاب متی باب 7 از آیه 7، از رو میخونم که مبادا کلمه ای رو جا به جا بگم. متی 7 باب 7 از آیه 7، خداوند به ما یاد داد، میگه بخواهید تا به شما داده شود، بخواهید تا به شما داده شود. میگه از من بخواین تا بهتون بدم. عیسی مسیح میگه بخوا تا بهت داده بشه. عیسی مسیح میگه بگردید تا پیدا کنید، بگردید تا پیدا کنید. چیزی رو که خواستی بهت دادم، حالا بگرد پیداش کن، کجا برای تو آماده است تا دریافتش کنی. بکوبید تا در به روی شما باز شود. حالا پیداش کردی، باید بکوبی تا در باز شه و بتونی بری چیکارش کنی، برش داری، دریافتش کنی، به دستش بیاری. بچاگردا از عیسی مسیح میخوان، میگن اوکی، همه اینا رو ما یاد گرفتیم، به ما یاد بده چجوری دعا کنیم. 5-6-9 دعا عیسی مسیح یاد میده، درسته؟ یادتون میاد؟ نه؟ 5-6-9 یا 7-9 دعا یاد میده، فقط یه دونه دعا یاد میده. 7 نبود، 6 نبود، 5 نبود، یکی. میخواییم با همون دعا رو اعلام کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف روزانه ما را امروز به ما عطا فرما
و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا ملکوت، قوت و جلال تا ابد الاباد از آن توست. آمین، آمین، آمین. جلال بر نام عیسی مسیح. به ما یاد میده چگونه دعا کنیم، به ما یاد میده چی بخوایم. گنج آسمانی رو بخوایم، گنج آسمانی رو بخوایم، گنج آسمانی. گنج آسمانی چیه؟ چه آدمی رو توی کره زمین دوست دارید شما رو به مثال و مشابه او مثال بزنن؟ آمین. هیچ آدمی. بعضیا میان میگن که تو مثل فلان سیاستمداری، مثل فلان پادشاهی، مثل فلان آدمی. نه، ما میخوایم به شباهت موافق و صورت مسیح خداوندمون تبدیل بشیم، نه هیچ انسانی. ما قراره در مسیح نمونه هایی باشیم برای دیگران، نه در انسان نمونه هایی باشیم در مسیحیت برای دیگران. ما قرار نیست برنامه پرستشی داشته باشیم. ما دور هم جمع میشیم خدا رو پرستش کنیم تا خداوند حضور پیدا کنه. ما برنامه نداریم، تئاتر نداریم. تئاتر نیست، بلیت فروخته نمیشه، سینما نیست، اجرای برنامه نیست. ما میخوایم دور هم جمع شیم، ولی برای اینکه خدا بیاد. ولی برای این کار میگم دو هفته قبل، از سه هفته قبل، دو هفتهش پشت سر هم خدا پیغامش این بود: انتخاب. اولی انتخاب بین خدایان، و دومی انتخاب در مسیح، یا انتخاب اون چیزی که دنیا میگه مسیحیت. یعنی امروز خدا اینجوری میگه، میگه اونایی که من رو انتخاب میکنن به نقطه خواهند رسید. در کتاب متی باب 14 وقتی عیسی مسیح به شاگردای خودش درس داد، شاگردای نزدیک خودش رو بهشون گفت سوار کشتی بشن و به آن طرف آب سفر کنن. و عیسی مسیح گفت من احتیاج دارم تنها بشم، چون میخوام چیکار کنم؟ دعا کنم. بعد از تعلیم دادن، بعد از اون ازدیام جمعیت، بعد از اون شلوغی ها، عیسی مسیح چیزی که میخواد به ما یاد بده، دقیقا مثل اینه که عیسی مسیح یادتون میاد تعمید گرفت؟ آیا او احتیاج به تعمید آب داشت به دست یحیی؟ خیر، بلکه اومد به ما یاد بده که همه باید این مسیری رو که او میرن ازش عبور کنن. عیسی مسیح میگه بعد از هر جمعی خلوتی احتیاج دارم تا دعا کنم، تا ما یاد بگیریم خلوت داشته باشیم قبل و بعد از جمع‌ها برای دعا کردن، تا راه خداوند در ما جاری بشه. عیسی مسیح به حضور پدر خودش دعا میکرد: ای پدر، قوت تو همونطوری که از ابتدای خلقت در من، در تو و در روح قدوست بود، در من باشد و بماند تا جلال تو در جلال من، چون من در تو هستم و تو در من هستی ای پدر، جلال ما آشکار بشه و مردم به جلال ما چشماشون بینا بشه، دستاشون قوتمند بشه، عمل کردشون. به ما یاد میده دعا کنیم. و بعد شاگرده سوار قایق میشن. این قایقه چه قایقیه؟ ای عیسی مسیح، قایق فیلادلفیا رو قرض کن.
ای خداوندم قایق فیلادلفیا رو قرض کن، قایق ما رو قرض کن، ای خداوندم قایق ما رو قرض کن، قایق ما رو قرض کن، ای عیسی مسیح قایق ما رو، برای اینکه به اون سمت آب پرستادی ما رو و خواستی که ما حرکت بکنیم، ولی امروز میخوای کمکمون بکنی و باور دارم تعلیم تو کمک ماست، کلام تو آزادی ماست و رسیدن به مقطعی که حقیقت آرامی تو رو بتونیم از درون به قوت روح قدوس تو مانند تک گوشتی بر جانمون بنشینه، عضله‌ای تازه، قوتی تازه، برکتی تازه برای حرکت و نوری تازه برای پاهای ما باشه به نام عیسی مسیح. وقتی که شاگردان سوار قایق شدن و داشتن حرکت میکردن رو میرفتن، دریا به سبب بادهای مخالف که میوزید قایق رو گرفتار کرد. قایق پر از امواج متلاطم شد دور برش، قایق شروع کرد به حرکت کردن. آیا تا حالا در نقطه از زندگی ایمانیت قرار داشتی که قایق ایمانیت در حال خوردن به امواج و احساس میکنی هر لحظه ممکنه قایقت غرق شه و به خدا میگه خدایا این طوفان رو آروم کن، خدایا این طوفان رو آروم کن، من احتمال از این داره که قایق بشکنه هممون بمیریم، حتی اگه من نمیرم فرزندان بمیره، شوهرم بمیره، همسرم بمیره، بچه هم بمیرن، خدایا این طوفان رو آروم کن، یا من از توش پرچم توی آب غرق شم، خدایا طوفان رو آروم کن، خدایا طوفان رو آروم کن، عیسی مسیح طوفان رو آروم کن. و اونجاست که یک نفر، فقط یک نفر توی این شاگردا بود که میدونست تنها کسی که میتونه نجات بده و آزادشون کنه عیسی مسیحه. فقط یه نفر این رو در اون لحظه فهمید. همشون دیدن عیسی مسیح رو و فکر کردن شبحیه، فکر کردن روحیه که روی آبها داره راه میره و داره اقتدار آرام کردن و آبها رو. ترسیدن جرأت و شجاعت این که از عیسی مسیح کمک بخوان رو، یا نحوه دعا کردن و درخواست کردن رو بلد نبودن. ترسیدن، هول شدن و گرفتار بودن. و میدونی توی قایق چی کار میکردن اون موقع شاگردا؟ همه به هم پریده بودن. تقصیر توه، تقصیر توه، همه اینایی که شده تقصیر توه. بعد سیاستمدارا پیدا میشد، تو هفته پیش اینو گفتی که دو ماه پیش اینو نگفته بودی، قرار بود بگی ولی میبایست بگی و اینطوری شد، تو تقصیر داری که در اصل اینطوری شد. اصلا اگه راستو بخوای همش تقصیر پرتقال فروش سر کوچه است که پرتقالاش فاسد بود، داد و همه مصدوم شدیم. بعد همه شروع کردن به غر زدن، همه شروع کردن به پیدا کردن مشکل اصلی، همه میخواستن مشکل رو پیدا کنن. یه نفر خسته شد از این همه ولوله و هلهله و که آخرش هم مرگه، گفت ای پتروس، گفت ای خداوند اگر تویی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو بیایم. پتروس دید تنها راه آزادی و نجات اینه که بره سمت عیسی مسیح که آرامش بیاد، عشق بیاد، برکت بیاد، قوت بیاد، شجاعت بیاد، حیات بمونه و مرگ نتونه بگیرتش و آزاد بشه. عیسی مسیح گفت من هستم، به تو میفرمایم بیا. و پتروس جرأت کرد از قایق پیاده شه، برای لحظه‌ای به سمت عیسی بره، همون کاری که عیسی مسیح قبل از هر جمعی میکرد، دعا میکرد، بره به سمت کسی که بتونه باش حرف بزنه و ازش قوت بگیره. عیسی مسیح دست او رو میگیره، روی آب ها راه میره به سمت عیسی مسیح، قبل از که ببخشه دستشو بگیره به سمت عیسی مسیح شروع میکنه به حرکت. متعجب میشه از کارهای عجیبی که میتونه بکنه، از قدرت عجیبی که داره، ولی ناگهان باز دوباره حواسش برمیگرده به شاگردا توی قایق.
ترساشون، هم‌هاشون، یه لحظه به خودش شک میکنه و اون لحظه باز دوباره در آب شروع میکنه فرو رفتن. با این حال خداوند وایستاده بود و نگاهش میکرد، اجازه داد در آب فرو بره تا اینکه یاد بگیره بگه ای عیسی مسیح من رو از این آب بیرون بیار. اون دو تا آب بود، یکی شاگردا توی قایق که هلهله میکردن و غر میزدن و ترسیده بودن و حق هم داشتن، مونده بودن، درمونده بودن. دومی آبهایی که روش راه میرفت، آبها مردم جهان هستن که عیسی مسیح روش راه میرفت و پتروس نیست شروع کرد راه رفتن. افکاره، اونجایی که پتروس خواست بالای افکار بره ولی دید اگر به قوت، به قدرت خودش بخواد در این دنیا، در مسیح، با مسیح سلطنت کنه و فرزند مسیح باشه و بخواد کارهای او رو انجام بده، دنیا او رو میبلعه و تمام تعلیمایی رو که خدا بهش داده همه رو تغییر میده و او خواهد مرد. و اونجاست که فهمید پتروس، رازی که اینجا پتروس فهمید اینه، فقط در مسیح میشه مسیح رو شناسوند. فقط در مسیح میشه مسیح رو شناسوند، نه در امیال دنیوی، نه در افکار دنیوی، نه اینکه تمام کارهایی که جهان میکنن. و خدا اجازه داد پتروس این رو هم تجربه کنه که از راه دنیا با سیاست‌ها و افکار و امیال و ثروت‌های جهانی نیز به خدا نمیشه رسید. راز بزرگی توی این دوتاست، قایق و آب. و خداوند دست پتروس رو میگیره بیرون میکشه بیاره بیرون. آیا در تمام دردهایی که کشتی به نقطه رسیدی که امروز متوجه شده باشی جز مسیح راهی نداره و دستت رو دراز کنی بگی ای مسیح خداوند من رو بیرون بکش از این گردباد، من رو بیرون بکش از این همه سیاست، از این همه دروغ، از این همه درویی، از این همه پستی، از این همه پلیدی، از این همه تاریکی، منو از این دنیای ناباوران پلید بیرون بکش ای خداوند، من رو بیرون بیار. بعضی موقع شبا میخوابیم خیلی خوابای وحشتناک میبینی، تا حالا خواب وحشتناک دیدی؟ طوری که توی خواب قلبت داره از دهنت بیرون میزنه، طوری که توی خواب احساس میکنی داری سکته میکنی، توی خواب دارن میکشنت و تو میخوای خودت رو بندات آزاد کنی بیای بیرون. و اونجاست که عیسی مسیح رو صدا میکنی. ماهایی که ایمان آوردیم و باور داریم، ای عیسی مسیح به نام قدوس اخراج میکنم تمام این خواب‌ها رو، بیرون میکنم ارواح پلید رو و تمام افکارشون رو، دور شید در نام عیسی مسیح. و یه دفعه خوابت آروم میشه، همه چی میره. ولی این ایمان باید از درون بیاد، فقط اسمش رو نباید تکرار کنی، باید باورت رو ریشه داشته باشه. چون درختی که ریشه نداره شکوفه نمیزنه، درختی که شکوفه نزنه میوه نمیده و درختی که میوه نده میوهش در آفتاب نمیرسه. فقط حرف نیست. و اونجاست که عیسی مسیح بیرون کشید. جالبتر از همه اینه، وقتی عیسی مسیح بیرون کشید پتروس رو، ورش نداشت ببرتش جای دیگه، نکرد این کار رو. دست پتروس رو گرفت، او رو برد، سوار قایقش کرد. یعنی چی؟ پتروس بیا، تو قراره تو این قایق باشی. بابا من از دست اینا در رفتم، ای عیسی مسیح خواستم بیام روی آب، خواستم به روش ها. تو باید توی این قایق باشی، گفت. تو جات توی این قایق، عیسی مسیح گفت. و این بار عیسی مسیح لنگر قایق رو به دست خودش گرفت و قایق رو به سمت صخره‌های امن که حزقیال 47 48 49 برای ما توضیح میده آماده است، بین دو تا صخره،
صخره گوساله و صخره گاو گوسفند که ماهیگیری قرار بکنن به سمت صخره‌های امن هدایت کرد. قایقی که درش داریم، مسیری که توش داریم طی می‌کنیم پس از انتخاب‌هامون، حالا برمیگرده به اینکه خدا میگه در همین قایق باش. و بعد از اینکه در همین قایق هستیم، خدا پیغام آخری رو داره. امروز خیلی کوتاه شاید باشه، نمیدونم، ولی قبل از اینکه آخرین قسمت شو بگم، بعد از اول دعای، بعدش این جریان قایقه و بعدش قسمت سوم که میریم سراغش. من خیلی به دنیا نگاه کردم، به جامعه، به مردم، به فرهنگ‌ها، به کشورها، به دولت‌ها، به انسان‌ها، به خیلی فکر کردم، خیلی نگاه کردم، خیلی تحقیق کردم، به چشم‌های مختلف نگاه کردم، از باب ایمان نگاه کردم، از باب عشق نگاه کردم، از باب سیاسی نگاه کردم، به روش‌های مختلف نگاه کردم. کشورها و جوامع مانند یک خانواده هستن، غیر از اینه یک کشور مانند یک خانواده است. سرپرست خانواده رأس کشورها هستن، غیر از اینه تمام منتخبین، حالا پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر، سرپرستای اون جامعه هستن و کل جامعه میشه اعضای خانواده. و این جامعه به بخش‌های مختلف تبدیل شده، به قسمت‌های کوچیک‌تر، بهش میگن کمون یا بهش میگن شهرداری یا بهش میگن استان، به شکل‌های مختلف، اعضای مختلف داره، دست‌ها داره، پاها داره، شکم داره، اعضای مختلف داره که همه این اعضا باز دوباره به شکل‌های مختلف و گونه‌های مختلف و اسامی مختلف سیاسی اجتماعی به هم نصب شدن تا با هم دیگه بتونن این جامعه، این بدن رو به اون سمتی که سرش میخواد هدایت کنه و ببره. و خیلی نگاه کردم چرا تمام جوامع در کل ناموفق بودن. وقتی همیشه نگاه میکنیم فقط یک دوره خوشی و موفقیت من در تاریخ پیدا کردم، دوران کوروش بود. یادتون میاد توی تاریخ میخونی کوروش، کوروش بزرگ، فقط یه دوره رو میبینم. بعد هر چی مطالعه کردم، هر چقدر خوندم، فلسفه خوندم، تاریخ خوندم، جغرافیا خوندم، از قدیم خوندم، دیدم تمام این کشورها و بدنها همشون ناموفق بودن و همشون حریص بودن به سمت بیشتر داشتن رفتن. خدا استفاده کرد از آمریکا. میدونید آمریکا حدود 300 سال ساخته شده، حالا یه ذره این ور یه ذره اون ور. چیا بودن؟ تمام مسیحیای اروپا جمع شدن در یک جا و آمریکا رو بنا کردن، از همه کشورهای اروپا. اینقدر ایماناشون هم قوی بود، کاراشون رو کاری ندارم، ایماناشون هم قوی بود، فقط در نام عیسی مسیح زندگی میکردن، همه کاراشون در نام عیسی مسیح بود و قانون کشورشون رو نیز بر پایه انجیل نشستن زیر درختی که امروز اون درخت بعد از فرو ریختن اون دو ساختمونیو که زدن و ریختن، هنوز اون درخت رو به عنوان سمبل اونجا گذاشتن و زیر سایه اون درخت نشستن، قانون کشور رو که همچنان پا بر جاست بر پایه انجیل نوشتن. به مرور زمان همش عوض شد، چون مردم از ایمان و قدرتی که در ایمان به دست آوردن سوء استفاده کردن، خدا رو کنار گذاشتن، همون آبهایی که پتروس روش راه میرفت، و یواش یواش شروع کردن دنیا رو صاحب شدن و تصمیم گرفتن به اون شکلی که خودشون میخواد دنیا رو درست کردن و نتیجه آمریکا این بلبشاییه که میبینیم. و آمریکا شد کشور اول جهان، اقتصاد جهان رو اداره میکنه، ابرقدرت جهان و همه چی رو تصمیم میگیره و خدا این اختیار رو داد بهشون، چون همه ایماندارا جمع شده بودن و دعا میکردن و میخواستن صلح رو به جهان بیارن. ولی یه جایی
روی آبها شروع کردن راه رفتن و به شباهت دنیا شدن و در حال غرق شدنن. آیا پتروس هایی وجود داره که دستاشون بلنده و در دعا هستن؟ آمین 100%. و دعای ما برای اینه که اونا نیز بیرون کشیده بشن از این آب در نام عیسی مسیح. هر کی که هست اون پتروس ها، ما دعامون اینه و ایمان دارم اینطورم خواهد شد در نام عیسی مسیح. ولی منظور این که توی یه نقطه به کشورها نگاه کردیم، حتی کشورها به شکل یک بدن ساخته شده اداره میشه. حتی تو کتاب مقدس کشورها رو به شکل یک بدن برای ما توی دانیال باب 1، دانیال باب 2، دانیال باب 3 به تصویر کشیده که کشورهای مختلف کاراییشون و قدرتاشون شبیه کدوم قسمت از بدنه. اگه یادتون باشه سر که بابلون بود، سینه و بازوها ایران بود و خداوند بدن کشورها رو و قدرت‌ها رو به شکل بدن انسان مثال میزنه. و چرا این بدن ناموفقه؟ چون سر بابلونه. بابلون کیه؟ بابلون همونه که بعل رو پرستش میکنه. بعل کیه؟ مادر الله. شما اگر مجسمه بعل رو نگاه کنید، بالای سرش ستاره هلال احمر با یه ستاره وسطشه. مادر اللهه. آیا الله مادر داره؟ البته تو قرآن هم نوشته الله بچه داره، معلومی که داره، سه تا دختر داره، لات و مرسی دختر هم داره. و اونجاست که ما میبینیم سر جهان داره اسلام میشه. کنترل تمام دنیا رو کی در دست داره برای خرابکاری؟ اسلام. 10 سال 15 سال پیش به ما میخندیدن این حرفا رو میذاریم که امروز قراره بیاد، گفتن غیر ممکنه، نسلهای آینده شاید، اصلا چی میگی بابا رامین؟ امروز داریم میبینیم مجلس سوئد دست کی میچرخه؟ مجلس دانمارک دست کی میچرخه؟ مجلس نروژ دست کیه؟ نروژ اسرائیل انداخت بیرون، پرچم فلسطین رو بلند کرد. میدونستی نروژ که قوی ترین کشورهای مسیحی کره زمین بود؟ تمام اروپا دست کیه؟ هر روز تو خیابونا تظاهرات کی رو میبینین؟ داره اتفاق میفته. و اونجاست که ما میبینیم بابلون داره سلطنتشو شروع میکنه در جهان. داریم میبینیم با چشمای خودمون بابلون تو کشور ما داره سلطنت میکنه، بابلون داره میخوره. و خدا یسوع به ما میگه فقط یه قایق احتیاج همه مردم رو نجات بده. به خداوند گفتم واقعا 8 میلیارد آدم یه قایق توش جا نمیشه؟ خودمون داریم میمیریم، ما 8 میلیون دیگه بیاریم غرق میشیم، میشکنه میره پایین. و خدا گفت یه قایق احتیاجه، چون اگر اون قایق رو داشته باشی اینو قایق نو، تو قراره بتونی همه رو باش نجات میدی بدی. اون معجزه منه که قراره همه رو اون تو جا بدم. معجزه از تو نیست، به سایز تو نیست که تو فکر کنی مردم نشستن امروزه دارن پل خودشون محاسبه میکنن با کامپیوتر و با ماشین حساب. این قایق نوح مگه میشه این همه توش جانور و آدم جا بشه؟ به سایز تو نیست، به معجزه من همه قراره توش جا بشن. فیلادلفیا آماده قایق تو به خدا قرض بدیم. و خداوند پیغامش این هفته اینه، برای اینکه قایق تو رو قرض کنم، اول پتروسیه، روزهاست دستامو بلند کردم و ای خداوند دعا کردم برای تمام اونایی که گم شدن، برای تمام اونایی که در دردن، برای تمام اونایی که بلعیده شدن، برای تمام اونایی که تنها هستن، برای همه اونایی که در درد هستن. چون ای خداوند تو به من یاد دادی عشقی رو که تو جان من و آزی گذاشتی از ابتدای خدمتمون. ای خداوند عشق پدری بود، عشق مادری
مادری بود. شبها و روزها بوده که دستای ما بلند بوده و دعا کردیم ای خداوند قایق خودت رو نجات بده، ای خداوند بچه های خودت رو آزاد کن، ای خداوند بچه های خودت رو آرامی بده، همه اونایی که هستن، همه اونایی که نیستن، ای خداوند برکت بده دونه دونه شون رو، حفاظت کن دونه دونه شون رو، ای خداوند جانشون رو برکت بده، ایمانشون رو برکت بده، مالشون رو برکت بده، حفاظتشون کن از تمام طرفین، از همه طرف حفاظتشون کن. و دعای ما رسیده به یه نقطه‌ای که قایق ما داره آماده میشه، قایق ما داره آماده میشه، قایق ما داره آماده میشه، چون برای این قایق تعداد سرنشین احتیاجه، برای هر قایقی تعداد خدمه احتیاجه، تا این خدمه ها بتونن قایق رو هر کدوم در نقطه های مختلف آماده کنن برای سفری که قراره بره. یکی بادبان رو ببره بالا، یکی بادبان رو حرکت بده، یکی سکوش رو به دست بگیره، من نمیدونم، هر کدوم در نقطه های مختلف. و خداوند اونجاست که پیغامش این هفته اینه، انتهای پیغام، ما میبینیم تمام دنیا به شکل یک بدن خلق شده و تمام دنیا به شکل یک بدن ساخته شده، همه ی دنیا به شکل یک بدن ساخته شده و همه دنیا یک سری داره. امروز باز دوباره میخواییم اعلام بکنیم، میتونیم پخشش کنیم یه بار دیگه، میخواییم یه بار دیگه اعلام کنیم قبل از اینکه بریم قسمت آخر، هممون با هم میخواییم اعلام کنیم سر ما کیه، پادشاه ما کیه، خدای ما کیه، امید ما کیه، قوت ما کیه، به چه قوت، به چه قدرت قرار این کارها در ما، از ما، درون ما انجام بشه و به چه قدرت قرار پیروزی رو دریافت بکنیم. پس به نام عیسی مسیح هممون اعلام میکنیم با هم دیگه، عظیم است قدرت از آن تو عیسی، ستای نام قدوس عیسی، هللویا.
هللویا هللویا، تو سر ما هستی، تو پادشاه ما هستی، سلطنت تو فقط بیاید عیسی مسیح. هللویا هللویا هللویا. یه چیزی رو باید خدمتتون بگم. فکر کنم باید بگم. وقتی که کتاب دانیال باب 1-2-3 رو ما میخونیم، من این تعلیم های خیلی ریزش رو خیلی سالهای پیش دادم و وارد جزئیات اصلا نمیخوام بشم، خیلی سریع میخوام از روش عبور بکنم. در مورد مجسمه ما میخونیم که بعدا سنگی بی دست میاد به انگشتا و پای اون مجسمه میخوره و کلش فرو میریزه، کلش فرو میریزه. سنگ به سر نمیزنه، به انگشتا و پا میزنه. مجسمه سرش بابله، بت بعله، اللهه، هلال احمر و ستاره است، شیعه است، علل خصوص اسلام شیعه است در تاریخ امروز. کسی که عمل کننده و قوت اصلی دستشه در اون بدن، میدونین کیه؟ سینه و بازوا کیه؟ ایران. سر بابله، سر در جهان اون 12-13 نفر اقتصاددانی هستن که همه چیز رو در جهان، نخست وزیرها رو، رئیس جمهورها، همه رهبران رو تایید میکنن، حتی سناتورها رو، وزیرها رو، همه رو. سر اونایی هستن که تعیین میکنن و اونا به واسطه کارتر بود اگر اشتباه نکنم اسمش، شاه رو بردن از ایران. اسلام شیعه و رهبر تروریست جهان رو جایگزین کردند. فهمیدین چی شد؟ 40 سال پیش این سر تصمیم گرفت بدن رو بسازه به اون شکلی که خودش میخواد و این نقشه ها از دهه 60 شروع شده، دقیقا برای اینکه بدونین 1960، و این نقشه ها شروع شد به طراحی و سر تصمیم گرفت قدرت اصلی رو که بدن باشه، بازوها باشه، سینه باشه، همه رو بده دست کسی که اینقدر ابله، حاضر همه این کارها رو انجام بده، و قدرت رو دادن دست خامنه ای و خمینی و اسلام تروریستی شیعه در جهان که امروز داره بیداد میکنه، بچه ها رو زنده میسوزونن، به بچه ها تجاوز میکنن. من کاری به باقی بدن ندارم، من خواستم فوکوس رو بذارم قدرت اصلی چجوری اومد دست ایران. هیچی اتفاقی نبود، تصمیم گیرنده بود. و خدا نمیگه من سر رو سنگ بی دست میاد میزنه، خدا میگه انگشتای پا و پنجه ها رو میزنه داغو میکنه. انگشتای پا همون 10 تا توی حزقیال 83 همون 10 تا کشور هستن که باز دوباره زیر سلطنت ایران دارن سلطنت میکنن، به قوت سینه و بازوها دارن عمل میکنن، به دستور اونا دارن عمل میکنن. اسامیشون هم همش تو مزامیر 83 دونه به دونه نوشته شده و ما داریم میبینیم کارهایی که دارن میکنن. و بعد میزنه پا رو هم که بخشی از گل حقیقی و گل بازسازی شده و آهنه، اونا رو هم پودر میکنه. صحبت از روسیه است، روسیه کنونیه. دیروز لشکر کشی کرد روسیه به ایران، میدونین یا نه؟ ناوهای خودشو به ایران انتقال داد برای دفاع ایران در مقابل حمله های اسرائیل، مستقیم اعلام کرد بزنیم میزنم. روسیه گفته بزنیم میزنم. جالبه، داره همه چی شکلهای خودش رو میگیره، همه چی داره مرا، همه چیز داره، پازل ها در جای خودش قرار میگیره، چه اتفاقایی داره میفته. و اونجاست که خدا میگه این چیز که به من یاد داد،
اینقدر چیزای اینجوری رو دیدم میدونم، ولی الان یه چیزی ما احتیاج داریم، فوکوس ما رو کسیه که میتونه و قادر ما رو زنده از تمام این مجموعه ها بیرون بیاره. فوکوس رو اون بذاریم یا خودمون بجنگیم؟ فوکوس فقط رو عیسی مسیح، 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 چون فقط مسیح عیسی قادره ما رو نجات بده، زنده نگه داره، ایران، افغانستان، دنیا رو هم آزاد کنه و بیرون بکشه. فقط او قادره مرده ها رو زنده کنه، فقط او قادره مریضا رو شفا بده، فقط او قادره غیر ممکن رو انجام بده. پس ما نمیخوایم فوکوس رو بذاریم روی رازهای مکاشفا مانند قدیم و خیلی بیشتر برای اینکه درکای سیاسی پیدا بکنیم از موقعیت، برای اینکه بیدار بشیم. و من شیپور رو میزنم برای اینکه هر کسی که میشنوه اگر آماده برای جنگ نباشه خونش به گردن خودشه، و هر کسی که دوست نداشته باشه مشکل خودشه، و اگه من شیپور رو نزنم خونه همه به گردن منه. پس من شیپورم رو میزنم، همیشه زدم، آزی زده 15 ساله 20 ساله داریم شیپورمون رو میزنیم، آماده باشید. و اونجاست که خداوند میگه زمانش رسیده. ولی سر پیغام اصلی، فقط مسیح میتونه حیات بده. و عیسی مسیح قسمت اول دعا بود، قسمت دوم جایی که در حال غرق شدنیم توی افکار زمینی. یک سوال کوچیک، برای چی دور هم میشیم؟ عیسی مسیح رو جلال بدیم یا خودمونو؟ میدونم جواب همه اینه که عیسی مسیح رو. پس چرا ما جلال پیدا میکنیم بعضی موقع؟ چرا بعضی موقع یادمون میره مسیح وجود داره؟ چرا بعضی موقع یادمون میره؟ چون این تعلیم از من آزی هیچ وقت نبوده. ما هیچ وقت خودمون رو جلال ندادیم. تا حالا کسی شنیده من بگم من بهترین واعظ جهانم؟ من همیشه اعلام کردم در کمال فروتنی من واعظ نیستم، شرمندم. عطای موعظه رو همسر من داره، خدا برکتش داره. من واعظ نیستم، ولی اون کلام و تعلیمی رو که خدا میده من اعلام میکنم. همین، من جایگاه این نیست که موعظه بکنم، جایگاه اوه. و اصلا قصد تسخیر جایگاه او رو نداشتم، ندارم، نخواهم داشت، چون ما اینجوری در خدا تعلیم گرفتیم. کسی جای کسی دیگر رو نمیگیره، بلکه در کنار هم کار رو تکمیل میکنیم. پس اگر کسی این کار رو میکنه از ما نیست، تعلیمش از شیطان، از ما نیست، از من آزی نیست. و ما این تعلیم رو دادیم که بدن، و خدا در انتها اینجوری میگه، از کتاب اول قرنتیان 12 میخونم، از آیه 1ش با اجازتون میخونم. در نام عیسی مسیح، کلام خدا رو وقتی آدم جاری میکنه و میخونه از روش قوت خداوند میاد. از ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، و کلمه خود خدا بود. هیچ کلمه ای اشتباه نیست در کتاب مقدس. ممکنه ما انسان ها اشتباه ترجمه کنیم، ولی هیچی اشتباه نیست، همه چی درسته. ما اشتباه ترجمه میکنیم، کلمات اشتباه نیستن. اگر من اول قبل از اینکه از باب 12 بخونم، از باب 13، اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخنگویم و محبت نداشته باشم هیچم. من میخوام یه راز کوچولو از توی این آیه رو فقط بگم. در کتاب دوم پتروس آیه 8 و 16 اینطوری میگه، خدا محبت است، عیسی مسیح محبته. پس اگر ما بتونیم رازهای عظیم رو بگیم، تعلیم بدیم، به همه بگیم این اونه، اون اونه، این اینجوریه، اون اونجوریه، ولی خدا تومون نباشه کار نمیکنه. وقتی من میخوام بیام کلیسا اینجوری میکنم، روز قبلش این کارو میکنم، ای پدر من که در آسمانی، خودت کلیساتو برکت بده، خودت صندلیا رو با فرزندانی که تو میخوای لمس کن قلباشون رو بیان، تو جای خالی رو با فرشته های خودت پر کن، تو ما رو برکت بده، تو کلام خودت رو بفرست، تو با روح قدوس خودت کلام رو به قلب ها بزن، به قلب ها اصابت کنه تا کار کنه. ای خداوند تو کار کن، نه من،
تو باش نه من به نام پر جلالت. چون اگر همه یه کارها رو بکنم ولی خدا در من نباشه هیچ فایده ای نداره. اگه بزرگترین کلیسای کره زمین رو داشته باشی و رهبرش باشی، واعظش باشی، کشیشش باشی، ولی خدا در درونت نباشه و تو اون کلیسا نباشه، به درد نمیخوره. همش پوچه، همش پوچه. باب 12 اینجوری میگه: اما درباره عطایای روحانی برادران نمیخواهم شما بیخبر باشید. میدانید هنگامی که امتها میبودید به سوی بت‌های گنگ برده میشدید به طوری که شما را میبردند. پس شما را خبر میدم که هر که متکلم به روح خدا باشد عیسی را انتیمان نمیگوید و احدی جز به روح القدس عیسی را خداوند نمیتواند گفت. و نعمت ها انواع است ولی روح همان، و خدمت ها انواع است اما خداوند الهیم همان، و عمل ها انواع است لیکن همان الهیم همه را در همه عمل می کند. ولی هر کس را ظهور روح به جهت منفعت عطا می شود، زیرا یکی را به واسطه روح، به وساطت روح کلام روح کلام حکمت داده می شود و دیگری را کلام علم به حسب همان روح، و یکی را به ایمان، به ایمان به همان ایمان به همان روح، و دیگری را نعمتهای شفا دادن و به همان روح، و یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت، و یکی را تمیز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها، لکن در جمعی اینها همه یک روح فاعل است، که هر کس را فردن به حسب اراده خود تقسیم می کند. زیرا چنان که بدن یک است و اعضای متعدد دارد، و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یک تن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهوه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، و هم از یک روح نوشانیده شدیم. زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است. اگر پا گوید چون که دست نیستم از بدن نمی باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ و اگر گوش گوید چون چشم نیستم از بدن نیستم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ اگر تمامی بدن چشم بودی کجا می بود شنیدن؟ و اگر همه شنیدن بودی کجا می بود بویدن؟ لکن الحال خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد بر حسب اراده خود، بر حسب اراده خود. و اگر همه یک عضو بودی بدن کجا می بود؟ اما الان اعضای بسیار است لکن یک بدن. و چشم دست را نمی تواند گفت که محتاج تو نیستم، یا سر پایها را نیز که احتیاج به شما ندارم. بلکه علاوه بر این آن اعضای بدن که ضعیفتر می نماید لازمتر می باشند، و آنها را که پستر اجزای بدن میپنداریم عزیزتر میداریم، و اجزای قبیح ما جمال افضل دارد، لکن اعضای جمیله ما را احتیاج نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت به قسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد، تا که جدایی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر باشند. و اگر یک عضو در من گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند، و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او خوشی نمایند.
شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح، شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح، شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح. برای تمام اونایی که انتخاب کردن الهیم یهوه رو توی این ماه، الهیم یهوه رو خداوند انتخاب کردیم، تو رو ای خداوند عیسی مسیح ما تو رو انتخاب کردیم، ما انتخاب کردیم شاگردان تو باشیم، ما انتخاب کردیم فرزندان تو باشیم، ما انتخاب کردیم شاهزاده های تو باشیم، چون تو پادشاه ما هستی، تو سر ما، سر کلیسای ما و تو سر ایران هستی ای خداوند. ما اعلام میکنیم تو سر خاورمیانه هستی، تو سر افغانستان هستی، تو سر اسرائیل هستی، تو سر تمام دنیا هستی، کره زمین تماما بدن توه و تو سر کره زمین هستی. پس ای پدر من که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو به طور کامل بیاید و اراده تو همون طوری که برای بدن در آسمان کرده میشه و تو سرش هستی، بر زمین نیز کرده شود. خداوندم نان کفاف روزانه ما رو امروز به همون برکت بده، امروز قایق خودت رو فراهم کن، امروز اعضای خودت رو خداوند آماده کن، امروز روزیه که احتیاج داریم بتونیم یاد بگیریم. نمیشه عید خیمه رو تبریک گفت ولی توی خیمه فقط اونایی رو که دوست داری راه بدی، فقط به اونایی سلام بگی که دوستشون داری. این ریاکاریه، این یک دروغه و یک دزدی از نام خداونده. کسی میتونه بگه روز خیمه مبارک باشه؟ کسی که همه اعضایی رو که خوششون هم نمیان جمع بکنن و بگن جلال بر نام عیسی مسیح، دوستت دارم، عاشقانه دوستت دارم، میخوام با تو شروع کنم و میخوام با تو یاد بگیرم. همون جوری که عیسی مسیح پتروس رو به قایق برگردون، نبردش به جای امتری، ما باید یاد بگیریم. این قایق سرش عیسی مسیحه و عیسی مسیح میخواد تمام بدن رو شفا بده. پس میخوایم خیمه رو با حضور خدا داشته باشیم یا میخوایم این عید خیمه رو بدون خدا با جشنهای دنیوی برگزار بکنیم؟ کدومشه؟ زمان انتخابه. خیمه قراره با حضور خدا باشه. ما خیمه ای نمیخوایم و من اجازه نمیدم خیمه ای باشه که جلال انسان توش جاری باشه. این خیمه یا با خدا یا بدون خدا خواهد مرد و من توش قاطی نخواهم بود. من تو خیمه میرم شرکت میکنم که خدا توش سر باشه، خدا توش باشه. خیمه ای که خدا توش نیست مال شیطانه، مال همون مار قدیمیه، مال سیاسته، مال دنیاست، مال من نیست و من تو اون خیمه ساکن نخواهم شد. آماده ایم ای خداوند، اعلام میکنیم به نام پرجلال عیسی مسیح، مهم نیست دنیا بهت چی میگه، آیا آماده ای یا فقط میخوای بگی خیمت مبارک؟ عید خیمه کدوم عید؟ عید کفاره داشتیم، کدوم عید؟ عید کفاره توبه است. توبه کردی؟ چیزی برای توبه داشتی؟ نه نداری. توبه کردی؟ یا اصلا داری برای توبه؟ اصلا چیزی برای توبه داری؟ اشتباهی داری؟ تا حالا شده توبه کنی بگی ای خدا من ببخشین، من 100,000 به تو نمیدم، چه برسه 10؟ مثلا وقت ندارم برای تو، مثلا باور ندارم تو میتونی کار کنی، من اول باید همه چیمو درست بکنم بعد شاید برای تو وقتی داشته باشم. توبه، ما از این عیدا داریم میگذریم و بعدش عید خیمه است. خیمه توبه کننده ها توش جمع میشن، نه افرادی که فقط میخوان برنامه و ارکستر داشته باشن، برنامه و جلسه های عبادتی داشته باشن. ما جلسه عبادتی نداریم، ما میخوایم پرستش کنیم، خدا حاضر بشه، همینو بس. دنبال جلسه عبادتی پرستشی نیستیم، یا برنامش، یا خدا، یا باقیش کشکه، باقیش اشتباهه. فقط خدا
پس باید کار کنیم خدا بیاد. و برای اینکه خدا بیاد، خدا میگه فروتن شو. و برای اینکه فروتن شی، باید اعتراف کنی اشتباهاتو در حضور خدا و توبه کنی در حضور خدا برای تمام کارهای اشتباهی که کردی، برای تمام نفرینایی که کردی، برای تمام تهمتایی که زدی، برای تمام بی‌احترامیایی که کردی، برای تمام ناشکریایی که کردی، برای هر بار که گفتی من از تو بهتر میدونم، عیب نداره، خداوند فیض می کنم، بعدن توبه میکنم، دوباره منو میبخشه. برای همه اشتباهات توبه کنی و زانوات خم بشه و یک دیگر رو خدا میگه حکم شما دادم محبت کنین. زمانش رسیده کلیسا، قایق وقتش رسیده، ای فیلادلفیا وقتش رسیده، برای اینکه این قایق قرار مانند قایق نوح کلی انسان توش جمع بکنه، نه به تعداد ما. قرار خیلی توی این قایق خدا آدم بیاره، قرار این قایق رو پر بکنه. باورت نمیشه؟ باورت نمیشه؟ به ما گفت از این بره آب برین اون بره آب، ما رفتیم اون بره آب و همش طوفان بود، همش طوفان بود. ولی طوفان ها به کجا داره ختم میشه؟ داری میبینی لنگر این قایق دست عیسی مسیحه، نه برای کشتن کسی، برای اینکه تمام اونایی که مردنم بتونیم بریم نجات بدیم. ما نجات قرار نیست بگیریم برای اینکه آدم ها رو بکشیم، برای اینکه بتونیم یاد بگیریم ببخشیم و با آغوش باز همه اونایی رو که در حال غرق شدنن تو قایق بیاریم. نگران جا نباش، جا رو خدا میده. یه طبقه داریم، احتیاج به بیشتر داریم، خدا دو طبقه دیگه‌ش هم بهمون میده وقتی زمانش فرا برسه. کمه، خدا همه حیاتم میده. کمه، خدا بزرگترش رو میده. کمه، میریم تو خیابونا، میریم بغل رودخونه ها، میریم جایی که خدا میگه برو. فرقی نمیکنه. نگران چی هستی؟ من نگران هیچی نیستم، چون خدا با منه، چون خدا با منه. آیا خدا با تو هست؟ آیا خدا در درون تو هست؟ آیا آماده هستی خدا را در درون خودت بطلبی و باهاش ساکن بشی؟ یا بخوای اون خدایی رو که دنیا میگه نه نه اینجوریه اینجوریه با اون خدا بری؟ خدای زنده الهیم امروز اعلام میکنه، میگه من بدن رو به شکلهای مختلف خلق کردم. شاید اونی که پسترین خدمت رو داره یکی از اونایی که بیشتر از همه توجه احتیاج داره. تو چرا فخر میفروشی برای اینکه فکر میکنی پر جلالی؟ تو کی هستی؟ بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. ساعت آخره، وقتشه که قایقمون رو آماده کنیم برای اینکه خداوند این قایق رو ازش استفاده بکنه، ایران رو آزاد کنه. ایران قرار سواره این قایق شه. حالا میبینین ایران قرار شیعه رو شکست بدیم، شیعه رو در ایران شکست بدیم. این قایق، همین قایق که همه بهش خندیدن، این قایق قرار سر بابلون رو، سر بعل رو، سر الله رو در ایران زیر پا له کنه. حالا میبینین همین قایق، همین قایق قرار تمام فرزندان رو ببره. همین قایق قرار ایران رو آزاد کنه به نام الهیم، به نام الهیم، به نام ادونای. ولی احتیاج قایق اونایی که تو قایقن، با قوت، با قدرت در نام عیسی مسیح، در اتحادی که خدا گفته، کاری که خدا انجام داده، در کنار هم باشیم، در کنار هم بایستیم، ببینیم، محبت کنیم، فروتن باشیم، برای جلال خدا پرستش کنیم، نه برنامه اجرا کنیم، پرستش کنیم تا خدا ساکن بشه میان ما، بخرامه و راه بره. هدف ما خدا و ملاقات خداست. هدف ما به هیچ عنوان، هیچ الگوی دیگه ای، الگوی انسانی، هیچ خواننده ای، هیچ پرستنده ای در کره زمین نیست. هدف ما اینه که روح قدوس خدا به ما پرستش بده، روح قدوس خدا نحوه پرستش رو بده، روح قدوس خدا قوت پرستش رو بده، روح قدوس خدا قدرت دعا رو به ما بده. چون خدا میگه من به واسطه روح القدس به شما یاد میدم چگونه دعا کنید. شما باید یاد بگیریم دعا کنیم. و وقتش رسیده قایق ما در طوفانهایی که بوده در آرامش قرار بگیره. چون عیسی مسیح میگه آبا آرام باشید، آبا ساکن بشید، آبا آرام بشید، آبا ساکن بشید. عیسی مسیح میگه آبا ساکن بشید، آبا ساکن بشید،
آپا ساکن بشید. اعلام میکنیم در همین دنیای سخت آپا ساکت شد در نام عیسی مسیح. آپا ساکن شین در نام عیسی مسیح، به نام پرجلال عیسی مسیح. با تمام اشتباهات و مشکلات این ماه رو برکت اعلام میکنیم، این ماه رو آزادی اعلام میکنیم در نام عیسی مسیح. آزادی کشورمون نزدیکه، سر مار قراره به قوت پای خداوندمون له بشه در نام عیسی مسیح. ستاره داوود قراره له کنه سر مار رو در نام عیسی مسیح. به نام پرجلال خداوندمون مسیح عیسی، به نام عیسی مسیح اعلام میکنیم برکت رو تو زندگیت. اعلام کن من برکت یافته هستم، اعلام کن من برکت یافته هستم، من برکت یافته هستم، اعلام کن من برکت یافته هستم. باور کن تو برکت یافته هستی. من برکت یافته هستم. مهم نیست اگه خاری در بدن دارم و دعا کردم، ولی برکت یافته هستم. به خارها نگاه نکن، به برکت ها نگاه نکن. به درد ها نگاه نکن، به برکت ها نگاه کن. بگو من قراره در مسیح توی این قایق فرزندانم و سالم بیرون بیارم و خوشبخت کنم به نام پرجلال عیسی مسیح. آیا میخوای فرزندات خوشبخت بشن به نام عیسی مسیح؟ نه اینکه تو الگوش باشی یا من الگوش باشم، الگو قرار مسیح باشه، الگو قرار خدا باشه، الگو قرار الهیم باشه. الگو اگه تو و من باشیم که همه دنیا همینه که هست، الگو عیسی مسیحه نه من و تو. الگو فقط خداونده. راه یکیه و خدا یکیه، روح یکیه و خدا یکیه، پدر یکیه و خدا یکیه. عیسی مسیح میگه فقط به وسیله من میتونید نزد پدر بیاید. پس به نام پرجلال عیسی مسیح اعلام میکنیم دنیا ما پیروزیم. قایق فیلادلفیا ایلام آماده باش، بسته قرها آماده باش، برای اینکه در درون این قایق هر کس در جای خودش در کار خودش با هم همکاری. اگر کسی بادبان رو نگه نداره، اگر کسی بادبان رو کنترل نکنه، اگر کسی پارو به دست نگیره، اگر کسی پارو نزنه، مطمئن باشید این قایق فرو میره. ولی وقتی همه در نصب کار میکنن، اون موقع است که میتونی نگاه کنی ببینی سکانه عیسی مسیح، لنگر قایق رو عیسی مسیح گرفته و داره قایق رو به سمت صخره‌های امن میبره. ما قراره به صخره‌های امن پیروزی صعود کنیم به نام عیسی مسیح. پیروزی رو اعلام میکنیم چون محکوم به پیروزی هستیم. پیروزی رو اعلام میکنیم چون محکوم به پیروزی هستیم. با هم دیگه میخوایم برای جلال خداوند بخونیم و خداوند رو جلال بدیم. با قلبمون پرستش کنیم و بطلبیم عیسی مسیح بیاد و اعلام کنیم عظیم نام تو ای خداوند، نه نام ما، نه نام انسان. عظیم نام تو ای خداوند، عظیم نام تو ای خداوند. هللویا خداوند، هللویا. زمان پیروزی فرا رسیده، چون جنگه و همیشه توی جنگ یه نفر میبازه یه نفر میبره. ما پیروز قراره باشیم. زمان پیروزی فرا رسیده چون جنگ اصلی شروع شده. توی این جنگ ما پیروزی، توی این جنگ ما پیروزی، چون خدا پیروزه. به نام عیسی مسیح پیروزی رو اعلام میکنیم و با هم اعلام میکنیم عظیم نام شاه شاهان، خدای خدا، پادشاه پادشاه.